مهسا امینی دختر سنندجی که در پی بازداشت از سوی گشت ارشاد دچار حادثه شد و به کما رفت دقایقی پیش درگذشت. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو لطفا فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. مهسا امینی دقایقی پیش درگذشت. دختر 22 ساله‌ای به نام مهسا امینی که توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از 2 ساعت از وزرا به بیمارستان منتقل شد، لحظاتی پیش جان خودش را از دست داد. مهسا امینی با نام اصلی ژینا امینی، متولد سال 1379 در سنندج کردستان، که در هفته‌ای که گذشت به همراه خانواده‌اش و برادرش کیارش برای تفریح و گذراندن تعطیلات به تهران سفر کرده بود. اما مهسا در کنار خانواده‌اش توسط گشت ارشاد بازداشت میشه و در نهایت مهسا رو به وزرا منتقل میکنند و ساعاتی بعد در پی اتفاقی که هنوز علت به کما رفتن مهسا مشخص نشده، متاسفانه مهسا از وزرا به بیمارستان منتقل میشه. در پی انتشار اخباری درباره به کما رفتن این دختر جوان، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده. در توضیحات پلیس آمده خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان و مداوا قرار گرفت. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران اعلام کرد مستندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد. اما دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی ماجرای مهسا امینی. رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد علت حادثه پدید آمده برای خانم امینی را با فوریت و دقت بررسی و نتیجه را گزارش کنند. به گزارش شفقنا، وزیر کشور در پی دستور رئیس جمهور خطاب به معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرد با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص حادثه پدید آمده برای خانم امینی، علت حادثه را هرچه سریع‌تر به صورت ویژه بررسی و نتیجه را برای ایشون گزارش کنند. اما دستور دادستان تهران، تشکیل کارگروه ویژه پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت مهسا امینی. در پی انتشار خبری در مورد فاجعه تلخ مهسا امینی، علی صالحی دادستان تهران ضمن اعلام ورود دادستانی به این پرونده از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد. بر اساس این گزارش، کارگروهی ویژه از پزشکی قانونی تشکیل شده تا شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی‌های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند. این کارگروه با دعوت از کادر درمان مهسا امینی و با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب پزشکی قانونی فعالیت خودشون رو آغاز کردند و آخرین وضعیت جسمی او رو مورد بررسی قرار دادند. دادستان تهران تاکید نمود مشخص شود انتقال این خانم به مرکز پلیس از لحاظ پزشکی چقدر در وقوع این حادثه مؤثر بوده. همچنین از طرف دادستان تهران بازپرس ویژه و تیم مجربی برای بررسی ابعاد این پرونده تعیین شد. همکنون خبر دختر 22 ساله‌ای به نام مهسا امینی که توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از 2 ساعت از وزرا به بیمارستان منتقل شده در شبکه‌های اجتماعی پر شده و همه مردم در جستجو به دنبال آخرین وضعیت از مهسا امینی بودند و همچنین علت دستگیریش. مهسا از 3 شنبه هفته گذشته توسط پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد برای حضور در کلاس‌های آموزشی در مقر پلیس در خیابان وزرا هدایت میشه و از اونجا دچار عارضه قلبی و مغزی میشه. به گفته پزشکان، مهسا امینی وضعیت خوبی نداشته و دایی ایشون هم ادعاهایی کردن که در ادامه این ویدیو به ادعاها و صحبت‌های داییشون میپردازیم.
و متاسفانه لحظاتی پیش با خبر شدیم که مهسا امینی عزیز جان خودش رو از دست داد. اما چرا گشت ارشاد مهسا امینی عزیز رو دستگیر میکنه و در نهایت این دختر جوان 22 ساله این اتفاق براش میفته؟ گفته شده که مهسا امینی که به تهران سفر کرده بود همراه دختر خالش بوده که سه‌شنبه شب در بزرگراه حقانی تهران توسط ماموران گشت ارشاد تذکری رو دریافت میکنه. ماموران بهش گفتن مسئله خاصی پیش نخواهد آمد و او فقط باید در کلاس‌های توجیهی 40 دقیقه‌ای درباره حجاب شرکت بکنه. اما متاسفانه ظاهراً اتفاقی برای مهسا میفته و مهسا که برای شرکت در کلاس‌های حجاب برده شده بوده در نهایت سر از بیمارستان در میاره. گفته شده خانواده مهسا قبل از فوتش قصد شکایت از شخص یا نهادی رو نداشتند و برای پیگیری قضایی این موضوع اقدامی نکردند. از سوی دیگه پلیس امنیت اخلاقی هزینه‌های درمان این دختر رو گفته که بر عهده گرفته بوده. دایی مهسا ادعا کرده چند نفری اومدن بیمارستان و گفتن در خصوص اتفاقی که برای مهسا افتاده تصاویری از دوربین مداربسته را تحویل خانواده مهسا میدن و گفتند به خانواده مهسا نهار و شام میدن و خانواده مهسا گفتند با این چیزها صورت مسئله پاک نمیشه. و به گفته دایی مهسا امینی گفته شده خانواده مهسا گفتند امروز این اتفاق برای دخترشون افتاده و فردا ممکنه برای دختر دیگری بیفته. اما یکی از کارکنان بیمارستان کسرا، بیمارستانی که مهسا در اون بستری شده بود، گفته دختر جوانی رو به بخش اورژانس آوردند که حالش خیلی بد بود و دکتر در مورد وضعیت این دختر گفت متاسفانه این خانم دچار سکته قلبی و مغزی با هم شده و در نهایت دقایقی پیش دایی مهسا امینی خبر فوت مهسای 22 ساله را تایید کرد. تسلیت به خانواده مهسا امینی عزیز. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به اتفاقی که برای خانم امینی افتاده در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و حتماً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا رو سرچ کنید و وارد کانالمون باشید، ویدیوها رو ببینید و لایک کنید و کامنت بذارید و حتماً از قند و شکن های پولی با سرور استرالیا و بلژیک استفاده بکنید و لینک این ویدیو رو در گروه های ایرانیان مقیم استرالیا، انگلیس، سوئیس، دانمارک، آمریکا و بلژیک و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال حاشیه مدیا باشید.